از 2 سال زندگی مشترکمون تنها چیزی که یادت مونده اینه که منو طلاق دادی؟ من شما رو طلاق ندادم، شما طلاق تو از من گرفتی. حالا چرا انقدر تکرار میکنی؟ حالا چی میخوای؟ به به، عجب جای تمیز قشنگی. تازه جارو زدم. بله شنیدم، شنیدم پادوی دایید شدی. درست متاسفم. منم شنیدم میری سر چهار رو بایی میسی فرفر میفروشی. واقعا برات متاسفم. بگو چی میخوای؟ پجما مهریه عقب افتادم و قرار بوده ماهی یه سکه به هم بدی، 5 ماه گذشته یه قرون تو حسابم نیست. میتونم به نظامت زندون. میدونی که این کارو میکنم. اسماعیل عاشق اینم که تو رو پشت میله های زندون ببینم. میدونم، با مادرت هم صحبت کردم. فقط تا پایان هفته فرصت داری. اگر تا پایان این هفته این 5 تا سکه معوقه رو فرست دادی، فرست دادی. اگر فرست ندادی زندون. دایی جان میشنوین دیگه، 5 تا. بله شنیدم، وگرنه زندون. اونم تا پایان هفته. اینم شنیدی؟ حقشه، اندل مطالبه است. رو تو زیاد نکن پسر. و برای اینکه بدونی چقدر جدیم، برگه احضاریه دادگاهت هم گرفتم. خوش بگذاریم. شیطان برگه احضاریه گرفتم، وسواسی روانی. من واقعا برای چی با تو ازدواج کردم؟ من برای چی با تو ازدواج کردم؟ واقعا چرا شما دوتا با هم ازدواج کردی؟ بیاده؟ فکر میکنید اسماعیل و مهناز چجوری با هم آشنا شدن؟ به هم دل باختن و ازدواج کردن؟ شاید فکر میکنید اینجوری آشنا شدن؟ اونا رو تقدیرشون با هم آشنا کرد، تقدیری که باعث شد که 2 تا زن در 1 روز تصمیم بگیرن به آرایشگاه برن. مادر مهناز و مادر اسماعیل اون روز کنار هم توی آرایشگاه بود. اونا 10 دقیقه اول مجله برق زدن، بعد که حوصله‌شون سر رفت شروع کردن به غیبت، ببخشن، حرف زدن با هم دیگه. اینو خط از زیر سنگم شده پول در بیاره. پول کجا بود خانم؟ دلت خوشه به خدا. تو پول تو کار. ولی خب یه چیزی هم بهتون بگم. اونا از هر دری حرف زدن تا اینکه حرف بچه هاشون رو پیش کشیدن و بعد در یک اقدام متحورانه تصمیم گرفتن بچه هاشون رو برای هم لقمه بگیرن. ببخشید
شما از چه رنگی خوشتون میاد؟ توسی. اتفاقا منم از زرد خوشم میاد. اون الان داره قپی میاد، من که میدونم اونم عاشق رنگ زرده، فقط به قولی شما جوونا میخواد بگه یعنی یه جور دیگه است، متفاوته. پس مبارکه. تمومه. گفتی رنگ زرد دوست داری. کی من؟ نه اصلا. کی گفتی؟ مصرف دستمکازیت هم که خیلی بالاست. به پای مصرف تخمه شما نمیرسی. چی گفتم مگه؟ دو سال گذشت. حالا هی بشین مثل توتی تخمه بشکن تا بهت بگم. تا خوبی دست. اون پلی استیشن منو بذار زمین. پلی استیشن منو بذار زمین. اسماعیل جون اینو می‌بینی؟ پلی استیشن منو بذار سر جاش با اعصابم. ببین منو مجبور می‌کنی دست به خوشونت بزنم. آخه مادر جون نه، خدا رحمتش کنه این زن. آره. خیلی خوب. اصلا اون مال بهرام کلی پولش داده، بذار زمین. شوخی نکن. شوخی نکن اونو بذار. نکن. خودت جواب بهرام میدی ها. خودت جواب خاله مهری. آره دایه دباقه تو میکسی. این از اون اصلا اهمیتی نداره. بند خودم من دقیقا تکلیفم با خودم روشنه. من تخمه میشکنم پلی استیشن بازی میکنم. سه تا مقام قهرمانی دارم. فهمیدی تو سطح شهر حالا یه کار میکنم که سطح بدم. آخرت باشی که تخمه میشکنی. نکن تخمه هم یه حدی. منم دیگه مجبور. دستمون نزد. آخه چرا؟ دست با من زدی خودت. مادر جون خدا رحمتشون کنه. نگفتیشون جاز مادر خدا بیامرزم بود. و این گونه بود. من طلاق میخوام. خودش گفت این طلاق میخواد. سر کاری. منتظرشی؟
منتظرشم. بله من اول متوجه نشدم شما چی گفتین، الان که فکر کردم متوجه شدم شما چی گفتین. آخرش که چیه؟ آخرش الان باز متوجه نمیشم شما چی گفتین. هش میخواد یه تیه کاغذ بنداز جلو دیگه. بله اینه دیگه. چیه؟ چیه؟ اگه تا آخر این هفته 3 میلیون جور نکنم بابت قسط عقب افتاده مریاش نریزم به حسابش میندازتم زنده. اینه عشق، اینه گل سرخ، اینه آخر عاقبت خانه ای ساخته ای سایه بانش همه عشق. بله بله خواهی جزتون دیگه. ببین منم دانشجو بودم، آره انصراف دادم، خرج زندگی سنگین شو بل کردم رفتم شدم راننده تاکسی دیگه. ترافیک و کمر درد و پا درد و کتککاری با خطی ها و اینا، گرفتی قضیه رو؟ قضیه رو که من از همون اول گرفتم دیگه، خواستم مزاحمتون نشم اگه اجازه بدی من. نه نه گرفت داغی. بله فکر میکنی عاشقی؟ بله. بدبخت؟ بله. همش 3 ماهه. چی 3 ماه؟ عمر عشق زیر یه سقف، بعدش دیگه میشه کرای خونه و قسط عقب افتاده و سیب زمین پیاز و مامانت اینو گفت، مامانم اینو گفت، من پراید سربار نمیشم، پرادو دو در میکنم. بعدم که دیگه دادخواست و دادگاه و طلاق و نفقه و یهو به خودت میای میبینی نه مخت درست کار میکنه نه تنت سالم مونه. یه هفته هم بیشتر وقت نری 3 میلیون از زیر سنگ هم شده جور کنی. وقت نشستی توی ایسکا و اتوبوس اینم تو جیبته، اصلا نمیدونی کجا میخوای بری، شاید هم خودتو انداخت جلو اتوبوس بعدی. الان گرفت قضیه رو؟ خدا رو شکر یکی بالاخره این قضیه رو گرفت. تومن؟ 10 میلیون تومن؟ نه 10 میلیون تومن حسن، نه ریال نه، 10 تا میلیون تومن. تومن تومن 10 تا 1 میلیون تومن میخواد آدم انگشت اضافی میخواد اینا رو بشموره، یکی انگشتاشو ما قرض بده بابا بشموریم. آقا فقط واسه همین چند تا تیکه کاغذ؟ نگو چند تیکه کاغذ نبوده و این طلا بوده، این کاغذا ما اصلا خبر نشیم که تر نکن دست دارم. بی خیال بابا دستش چسب نداره که 10 میلیون تومن رو به چسب. آقا بهرام، آقا بهرام 10 میلیون تومن رو به چسب شدیم، اصلا این چسبش به چسب ما چسب نمیشه از به چسب. ببین فقط باید یه وکالتنامه جور کنیم که قشنگ اینا دیگه حلش بدمون 10 میلیون تومنه میاد. اوه تو میدونی چقدر آدم با انگشتشو خیس کنه که این 10 میلیون رو بشموره؟ عادی منظره رو بابا میخندی نکن در بیمز دیم دیگه. بابا چما بهت میگم بسا سجاش یه بابا بچه آدم میگن دیگه. آقا برام ها من جورش میکنم با 1 میلیون هستی مایش تلفونه. نه نیستی برای اینکه اون دفعه اومدی گفتی همه زمین میخوای گنجیش رنگ کنی جای قناری ما بفشینه. نکن بابا دست ندم بابا، این دیگه کیه اصلا دیگه بابا اسی نکن دیگه. میبینی حساس خصیصه ول کن دیگه. نه 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 خصیص نیستم، میگم این دست نزنه که سلطان سوا شده خواب میشه دیگه. نکن آقا بهرام من ردیفش میکنم، شما فقط بگو اوکی 1 میلیونم بذار رومیز حله.
آدمش هم داره. کجاست؟ ده داره، به موت قسم داره. چی؟ به سیبیل قسم داره؟ نداره. چی نداره؟ سیبیل. سیبیل نداره. بابا چش که داره، به چشت قسم، به ابروت قسم، به تو قسم داره. بابا یواش چه اینجوری میکنی؟ دارم میگم داره دیگه. یارو سسته، وکالت نامه، شناسنامه، گرین کارت دکترا، هر کدوم میخوای عین برگ گل، عین کفن. بابا چرا اینجوری میکنه؟ اسی، فاصلت بابا برام چقدره؟ ببین سه وزر با تو آرندیش. چرا اینقدر داد میزنه؟ آخه نمیگیره. بابا گرفتم، چه اینجوری میکنید؟ آقا بهرام جون داداش فقط یک میلیون تومن. یک میلیون تومن کجا بیارم؟ بسی ابی بابا از رون ده میلیون تومن وردار دیگه. شما باید یه نفر رو پیدا بکنی، به کلت نومه رو به نومش کنی. یه آدم درست حسابی، خوشتیب، تو دل برو. یه آدمی که مثل ما نباشه دیگه. چی؟ برعکس ما باشه، خوش منظره باشه. داری؟ دارم، آدمشو دارم، خوبش هم دارم. اوف اوف. آها یعنی الان چهار روز و پنج شبه؟ خب خیلی خوبه. برق ناهارم دارین؟ شام چی؟ صبحونم میدین؟ این خیلی خوبه. خب بعد آقا ببخشید این وقت نفری چقدره؟ 700 تا؟ خب باش باشه، خیلی خوب. آه اطفال زیر 5 سال نیمبه ها؟ نه ما اطفال نداریم، ما خودمونیم اصلا. بله بله باشه، من حالا باهاتون تماس میگیرم دیگه. باشه، خدا نگهدار. کوش آدم سی کدوم بود؟ الو سلام، چه خبر؟ ببخش آقا من میخواستم بدونم کوش آدامسی میخوام برم، چه جوری برم؟ آدامسی؟ بله، حالا هر داسی هست هست، من میخوام برم. این داسی خارجه دیگه. ببخشید سلام، ما باش. ببخشید این داداش بزرگم میخواد با شما صحبت کنه. آداسیه قد کردیم؟ این چیه؟ قبض تلفن سه روز دیگه هم قطعش میکنم. ببین داداش، اگه تو 10 میلیون تومن پول داشتی باش چیکار میکردی؟ چهار روز و پنج شب میرفتی کیش یا 5 روز و 4 شب میرفتی گوانجو؟ میتونی الان 7-8 روزم بری ارمنستان. چرا در حد خودت حرف نمیزنی؟ حد من چیه؟ قبض تلفن نوشته میگه تو. نه اصلا اینجا ننمشته. ببین چرا نیمه پر لیوان رو هیچ بخواد کفشات اصلا هیچ وقت هیچی رو نمیبینی تو. بلش کن اینو هستم. عدیده باست داست چی؟ عدیده باست آره سنت من اضافه زنی داشتم. چهل تومن مهر میدونه اینا دیگه؟ یعنی تو میخوای با اینا مهر مهرناز رو بدی؟ من فقط سی و داداش مشکل داشت دیگه. اسماعیل جان حالا غصه نخور، درست میشه. آفرین، تخمه بخور، تخمه خوبه برای اعصاب، برای روان. هر کاری از اصلا برمیمد کردم، این هرچی دارم ندارم همین 145 تومن. بشین بچه جون، همین تخمه بخوری بهتره. من نگفتی از تو حرکت، از من برکت. من 140 تومن حرکت کردم، ببینم 2860 میتونی حرکت بدی. اجازه هست؟ نه خیر. چه خبر؟ پکری؟ امروز مهناز اومده بود سراغم. آره بابا نمیگفتیم، از قیافت قشنگ معلوم بود کی اومده. گفت تا آخر هفته 3 میلیون جور نکنیم این نظام جدنم. 3 میلیون؟ خیلی پوله ها. خیلی
حالا چقدرش رو جور کردی؟ همینی که میبینی سال 45 تا. اینا؟ همینی که هست. همینی که هست. به این میخوای 3 میلیون تومن فردا جیرینگی بنازم جلوت؟ باز تب کردی تو؟ نه من تب ندارم. یادت میاد که 3 میلیون تومن داشتم دادم به این شرکت هرمیا؟ آره یادم میاد. پول تو خوردن یابم روش. یابم روش آره. متواری شده بود یارو. متواری. تب کرد روی از جمعه میگفتی اینجا هم هر میذاری. هر هر کردم یادت میاد؟ گیرش آوردیم. کتاشو بستیم گذاشتیمش روی صندلی بستیمش بردیمش توی خونش قشنگ دست انداختم از حلقومش این 3 میلیون تومنمو گرفتم کشیدم بیرون همین امروز. یعنی تو الان 3 میلیون داری؟ 3 میلیون دارم من الان 10 میلیون دارم. بس داری. چی؟ تبو داری. بابا تبم کجا بود؟ من اصلا تب مب ندارم که نگاه کن. این آقاها یه تیک کاغذ قشنگ به من داد. نه از این کاغذهای معمولیه مثلا چی دوش بود. نه قشنگ کاغذ سهام بود و منم بردمش کارگزاری. کارگزاری میدونی کجاست؟ از این جاهایی که مثلا بورس و معاملات و اینجور چیزا هستش. آره خب. بعد بردمش اونجا و قشنگ به آقای گفتم آقا ما این کاغذ آوردیم که می‌خوایم اینجا قشنگ بفروشیمش. بعد آقای نگاه کرد گفتش که این کاغذ شما قشنگ خیلی قدیمیه. ارزشش چیزی در حدود مثلا 10 میلیون تومنه. ده میلیون یعنی تو الان 10 میلیون داری؟ نه 10 میلیون که الان نه من اون کاغذ رو دارم. نه اینجا ببین نگاه کن. ببین نگاه یه مشکل کوچیکی هست بگو خب که قابل حله. این کاغذ الان به اسم گردن یه نفر دیگه است. خب ما بعد قشنگ بیام یه وکالتنامه گردن جور کنیم خب به اسم خودمون بعد بتونیم آروم اینو بفروشیمش به همین سادگی آدمش هم داریم. خب چه جوری وکالتنامه می‌خوای درست کنیم؟ خب جوریش می‌کنیم دیگه. چیکار می‌کنیم؟ بذار حالا ماساژو بریم. میگم چیکار می‌خوام کنیم؟ جور می‌کنیم. اول چی گفتیم؟ گفتم جوال میکنیم. چی؟ جل میکنیم. پشت برو بیرون. یه کم جل میکنیم. ببین خیلی کم قشن اینجاشو یه ذره جل میکنیم. یه کم جل میکنیم. ببین برای همینه که هیچ وقت مشکلاتت حل نشده به هیچ جایی نرسیدی. این همه رفتی درس خوندی بعد رفتی دانشگاه بعد دانشگاه رو ول کردی رفتی زن گرفتی بعد زن رو ول کردی رفتی پیکان گرفتی. منو نگاه کن. بعد پیکان رو ول کردی رفتی نمیدونم کجا رفتی ولی اصلا جای خوبی نرفتی. فهمیدی؟ صداتو چرا همچی میکنی؟ خوابم زنگ میزنم. برای من فیلم بازی نکن. چشم. مهنازو دیدی؟ بله. از خجالت آب نشدی؟ تو زمین فرو نرفتی؟ هنوز زنده ای؟ سر پایی؟ از قصه دق نکردی؟ چرا؟ آخه پول یه زن تنها و بیوه خوردن نه. داره 40 سالته هنوز عرضه نداری مهریه زنتو بدی؟ من تازه رفتم تو 35 سال ماما. به پدرت 35 سالش که بود خرج زندگی دوتا زنو میداد. یه روزم نشد اجاره خونم و یا مقرریمون عقب بیفته. اصلا چه مقایسی شما میکنی؟ الان نمیشه با اون موقع مقایسی کرد. الان خرج یه زن نصفش هم نمیشه داد چه برسه دوتا درسته شما. این رایی که تو میری معلوم نیست به کجا برسه. 2 روز نمیتونی پیش دایید دووم بیاری. این وضع زندگیته. این خودتی که آدم رغبت نمیکنه تو دوست آشنا بگه تو پسرشی. اینم زنتی که بعد دوره بیفته برای مهریش. اینم رفتاریت با برادرت. من این بهرام طفل معصومو دست تو سپردم. پسر حوومه اما عین پسر خودم دوستش دارم. بعد تو دم به دقیقه یه کاری میکنی که یه چشمش خون باشه یه چشمش اشک. یه کار ازت خواسته. اینقدر گوشت تن این بچه رو آب نکن. بله چشم. اینم گفته باشم. من مهناز رو تیر کردم تا از حقش نگذره. یه جا هم تو باید یه جرمی از خودت نشون بدی.
الان وقتشه، چون من که مادرتم دارم کم کم به چک میکنم. من چجوری در عرض یه هفته آخه 3 میلیون جور کنم جنم نشون بدم؟ این چه حرفیه آخه؟ ده اون وقتی که باد به قبقبت مینداختی و مهریه رو میبستی بعد فکر این روزا رو میکردی. من مهریه من هنوزو بستم دیگه نه؟ یعنی شما و مادرش نبستین که من بستم. آها پس یه دفعه بگو من مهنازو عقد کردم نه تو. دست من هیچ وقت نمک نداشتی. هرچی هم هرس و جوش میزنم واسه شما دوتا دودش فقط تو چشم خودم میره. میدونی الان فشارم چنده؟ 9 رو 12. هم 9ش بده هم 12ش. اسمایی برادر تو تنها نذار، کمکش کن. وای 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 شد 10 رو 13. برین تو بدتر نشد حالا تو. خداحافظ الان پس میفتم. شما جای اسماعیل بودید چی کار میکردید؟ بهرام جان بهرام چه غلطی میخوای بکنه؟ و این گونه بود که پای اسماعیل به قصه باز شد که هیچ وقت به خوابم نمیدید. چی کار میخوای بکنیم؟ عمرن بذارم به موهای من دست بزنی. من که بهت گفتم اگه دندون رو جگر بذاری این پسره رو درستش میکنم. شما فکر میکنین موفق میشین؟ اسماعیل چند تا تکونه اساسی لازم داره. اولیش قضیه طلاق بود، دومیش داستان مهریه است. البته 2-3 تا تکون اساسی دیگه هم میخواد، ولی من پسرمو میشناسم، ذاتش درسته، فقط جلدش اشکال داره. اگه بتونیم این جلدشو ازش بکشیم اون وقت ذاتش میزنه بیرون. میخوام بیرونت هم بکنم مثل درونت، که فردا همی که پامونو میذاریم کارگزاری به جای اینکه واسه برگه ها رو نگاه کنن قشنگ دود از کله هاشون بزنه بیرون، بعد پولا رو بردارن بیارن قشنگ بریزن جلوت. نمیشه. ای بابا باز تو گفتی نمیشه نمیشه. آچه نمیشه بابا، این همه کچلوار اینجا تو مغازه تو ریخته. خب با دو رستشو بده به ما، چاخه قول که نمیش کنیم. ما میم قشن اصلی واسه برمیگردیم. صحیح و سال. آره چرا نمیفهمی؟ به جون خودت نمیشه، به جون خودش نمیشه. نگاه بکن اینا همه برنده. برای چی میخندی؟ برنده دوست دارم. برند دوست داری؟ آره. نمیشه بابا، باز میگه نمیشه. آ میشه دیگه. ببین ماجی، ما میخوایم بابا خواستگاری کنیم واسه اسماعیل. آ مبارکه. آره دیگه، ما الان میبینیم مثلا اون کجاست. این که این خانومه که میخوایم خواستگاری اینجاست.
آمو چه خبرته؟ آمو پاشید برید بیرون، پاشید برید بیرون. خواهی ببخشید بعدا میگم برید بیرون. باشه بابا میشم. ببین میگم این خانومه الان اینجاست، فاصله‌اش ما اینجاییم قشنگ، اینقدر فاصله داریم اینجاییم بابا قشنگ این پایین. بعد الان اگه تو این لباسا رو به ما بدی ما دیگه فاصله‌مون تقریبا میاد بالا و اینجاها خوبه دیگه، اینجا میرسه نه؟ میرسه به اینجاها قشنگ. بعد دیگه با همین فاصله خانم راضی میشه دیگه. ما همینا رو فهمیدم، فقط نمیدونم این چیه، این کیه؟ این اسماعیل. اسماعیل؟ خب به این کی زن میده؟ این خانم بابا اینا به اینا زن میدن. عشان من میدونم دیگه. بله بفرمایید. شرکت ستاره آبی، بله بفرمایید. گوش خدمتتون. صداتون در نمیاد. جانم عزیزم سلام، عزیزم جانم سلام بفرمایید. بله بله دکتر مزهری هستم. لاغری شما بس سالاد بخور. نه نمیشه، شما غذا تا اینجا میخوری، سالاد تا اینجا، غذا تا اینجا بخور، سالاد تا اینجا. بله نه قرصای لاغری ما رو امتحان کنید. بله تضمینی. شما اگه تو یه ما 15 کیلو کم کنید بله جایزه‌ام بهتون میدیم عزیزم. یه خونه مبله پکیج کامل با سی دی میشه 700 تومن عزیزم. جانم بله آدرستون رو لطف کنید به منشی من، خدا نگهدار. صدا قشنگه تو بیا. میشه میشه خوش هوا میدی؟ نمیشه. الو خانم سلمان برنامه دارم کنار کوچلوار بهت میدم. خوش هوا میدی؟ صدا قشنگه، صدا قشنگه میشه. بله بفرمایید. چه نمیشه؟ تلخیم. بله یادداشت میکنم آدرستون رو. حافظه 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 نه بله دقیقا میدونم کجاست. میفرستی براتون؟ میدونی میدونی؟ روز خوش. روز خوش. چی شد؟ نمیشه. میشه. استاد میدونه که اینجا مطب به دکتر شده؟ خب من صدا قشنگه رو میام میفهمه. فهمیدی؟ کت کت کت. اوه بابا این تلخ اصلا نمیشه خورد. ببین یه شرط داره. چه شرطی؟ میری یه جایی این بسته رو میبری تحویل یه کسی میدی صحیح و سالم. اهل خلاف و ملاف نیستم ها، گفته باشم از الان. اگه خلاف چی؟ اینه ما آدرسشه، تا برگردی ما اندازه اونم در آوردم. بودو تا یه رو دیگه اینجا باشه. یه برو باشه. خوش احوال بعد به منم میدی برگردم؟ یه دوتا میخوایم دیگه قشم. به تو نمیاد کچل به من، خیلی همه چیز به من میاد بابا. اینک برات میدام مرخ میدی تا برگردی ها. بودو بلند شو، بلند شو، بلند شو. بچرخ این بری اون بری توسی، توسی بهت میاد. بشین توسی. بشین. الو سلام چه خبر؟ ببخشید منظور خانم آذر مجیدی؟ بله بله خودم هستم. بله ما از ستاره آبی مزاحم میشیم. میشه یه لحظه دم در وایسی؟ الان میام خدمتتون. باشه باشه. بله سلام خانم آذر مجید، یعنی بخش آقای مجید آذری. تو خجالت نمیکشی مزاحم دختر مردم میشی؟ بخش دختر مردم کیه؟ به اون مجید بگو، به اون رفقاش یه بار دیگه دوره برای این خونه آفتابی بشن ها، زنگ میزنن به صد در حالشونو بگیرن. شیرفه هم شد؟ نه بله باشم. من بخش من پیکم. من دخترم از بیابون پیدا کردم. میگم دست هر بی سر پایی. اونم کی؟ شاگرد پاساژه. پاساژه بابا پادو اصلا تو پاساژ. پادو. پادو. بفرمایید مال شماست. مال منه؟ بله بله. چیه؟ پادو بعد شما خود نگه. واسه ببینم، واسه ببینم. واسه ببینم. نمیگم اینا. پادو دیگه. واسه ببینم. یه اینجا، یه اینجا ببینم دیگه این کارو نکنی ها. فهمیدی؟ آخ، با
وایسا وایسا نه ببر به اون کسی که اینو داده فهمیده نه بهش بگو که فهمیدم خودت از اونی خودت باش گم شدی که من پیدا کردی ای اوتا زمین ببخش من نمیخواستم گفتم برو تو اوه کجا فرستنی من رو اینجاه بازش کن چه خبره؟ خبر خفگی من اومده بازش کن ما خفه شنم خب کور باز نمیشه بازش کن بهت میگم باز کن یه بار برای ما بست سه ماه بیخ گلون بود مگه باز میشه؟ تو سعی تو هم زد؟ ای چه دردی هم داره خیلی بد میزنه بزن کم قشنگرو وی چگونم؟ اوف اوف چگونه ای؟ چی شده داشته ما؟ نگفتم بهش توسی میان این توسی نیست آقا مجه جا حالا من حالا برای من یه چیزی یه خوب خوبه چنگی بموشم من داداش سبز بهت میان نه بابا داداشم بود سبز چنگ کرم بهت میان کرم خیلی خوبه کرم سبز بهت یه برند عینک هم بده آه این خوبه خوش کردم سلام چه خبر؟ بخشید ما یه برگه سهام آوردیم من کناره‌ای هستم میخوام که اینو بفروشیم از سهام های قدیمی هست که گفتم با آقای رئیس اجازه بدیم من هماهنگ کنم بله از دور خودتو دارم برو ببین منو برو بابا برو هیچی برو بخشید اینجا هست دیگه بله بفرمایید داخل